ارگ و سپیدار دو جناح سیاسی در افغانستان پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری تا کنون درگیر اختلافات سیاسی هستند. به نظر می رسد این اختلافات تا کنون ادامه دارد. از ابتدای این اختلافات جناح‌های داخلی و خارجی تلاش کردند تا این اختلافات را از بین ببرند. اما طوری که دیده می شود انعطافی در میان نیست. در این میان زندگی مردم نیز از تداوم این اختلافات متاثر شده و نگران آینده کشور هستند. وقت مردم با حالت فقر، با حالت بدبختی، با حالت بیکارگی مردم برات یک لقمه نان گومند. ولی نو فای چوکی و دگه و دگه. چوکی به کسی میزیبه که حداقل به تو مردم میگه خوابونه کسی باش که خریدار تو باش. عجیب مریضی و عجیب رئیس جمهوری ما معلوم نیه. عجیب مردم بیکاری، عجیب بدبختی، عجیب بینوایی. به نظر ما میگه بدبخت شد مردم بدتر دارن. در حال حاضر ولایت هرات با یک تهدید بزرگ از سوی کرونا دست و پنجه نرم می کند و ایجاد طرح محدودیت بر گشت و گذار در شهر خیلی ها را خانه نشین کرده است. با توجه به این وضعیت هراتیان از رهبران سیاسی می خواهند تا دست از کشمکش های سیاسی برداشته و به یک توافق کلی دست بیابند. رهبرای ما خودیم بشینه افغانستان در بدر شید تکی تکی شید خوار و غریب اعمال خود مخاری غریب هم کارگر هم فلج شیدیم مریضی کرونا از این طرف با هم نمشینن اونا بشینن که افغانستان یک افغانستانی بشه که از تمام کشورها بلندتر شه اگر نشینن آینده ما خراب از این قدم خرابتر خواشید ملت بدبخت است و ملت لاره تبعی تا دو خواهد در کرونا ویروس را روانده چی مخلوق ضعیف اصول د بل خو د دې جنجالونه دي او مسلمانان ډیر په ضعیفی حالت کې دي دوی په خاطر د خپل د ملت زړه د وسوځي د خپل د پر ملت باندې زړه وسوځي په خاطر د خدای واغان دوی دواړه دغه کوي دوی دواړه غواړي وای موږ د ملت خادمین یو چې دوار خادمین دي یو د انتخاب کې. بر علاوه اینها نمایندگان مردم هرات نیز در مجلس نمایندگان میگویند اختلافات سیاسی میان رهبران کشور مردم را متضرر خواهد کرد. نمایندگان مردم هرات تاکید می‌کنند که رهبران باید از خود انعطاف نشان داده و یکدیگر را بپذیرند. تیم ثبات و همگرایی انعطاف پذیری لازم را داشت و ما حال همیره می‌گیم که با دنبال تقابل نیستیم. آنچه که بسیار مهم است منافع ملت افغانستان و منافع مردم افغانستان، اما تیم مقابل که دای پیروزی میکنه و پیروزی از اون مبتنی بر تقلب هست باید بیایه و ایره بپذیره که مردم افغانستان به اونا رأی ندادن و 1 میلیون رأی که اونا ادعا میکنند نمایندگی از 30 میلیون مردم افغانستان یا 40 میلیون 34 میلیون مردم افغانستان نمیکنه. فلحاظ خواهش ما ایست به عنوان نمایندگان مردم جدا از مسائل سیاسی و تیمی که وقت همپذیری است، وقت گذشت است، نه وقت تقابل. و هرچه تقابل بیشتر بکنین مردم ضرر میکنن. وقتی مردم ضرر کنن باز هیچ کس نمیتونه جلوی این ضرر بگیره و اینا در برابر خدا و در برابر خلق خدا باید پاسخگو باشن. این در حالی است که نتیجه این همه اختلافات میان ارگ و سپیدار سبب شد تا پس از سفر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا برای حل این بحران که آن هم نتیجه نداد آمریکا 1 میلیارد دلار کمک‌هایش را از افغانستان کاهش داد. گفتنی است که اکنون هم رایزنی‌ها در مورد حکومت همشمول جریان دارد. دیده شود که با گذشت زمان بحران انتخاباتی برطرف خواهد شد یا خیر.